نگاه کنید به این حروف فارسی، شعر فارسی روی اندام یک پسر 17 ساله. نگاه کنید، پر تیراژترین نشریات اروپا این تصویر رو چاپ کردن. این تصویر، نگاه کنید، تمام صفحه رو، آنچه از سر گذشت شد سرگذشت، حیف بی دقت گذشت، اما گذشت. تا که خواستیم یک دو روزی فکر کنیم، بر در خانه نوشتند در گذشت. این خالکوبی بدن یک پسر 17 ساله است، همیانانم پارسی زبان، یک دختر 19 ساله دانشجوی فوق‌العاده زیبا از دانشجویان ممتاز دانشگاه در فرایبورگ رو هم مورد تجاوز قرار داده، هم او رو کشته. وقتی به آلمان آمده فقط 15 سالش بوده و این جنجالی به پا کرده. بچه 17 ساله هم اسباب نگرانی خانواده های پناهجو رو در سراسر اروپا بدید باعث شده و هم این که خانواده خودش رو قطعا توی درد سر انداخته. اون جز بچه های کم سن و سالی هستن که بدون خانواده راهی اروپا شدن در میان سیلاب پناهجویان و شمار اونها هم سر میزنه به 51,000 کودک و نوجوان که معلوم نیست که خانوادهشون در کجا هستن. قانون و دموکراسی هم در برابر اونها کم آورده، نمیدونه باید چیکار کنه. بچه ایست که هنوز به سن قانونی نرسیده، مرتکب قتل شده. این وسط هم سرنوشت زبان فارسی، فکر کنید بیچاره زبان فارسی که حالا باید تیتر اول روزنامه ها بشه، و یه قاتل 17 ساله که روی دست جامعه پناهجویان مونده و افکار عمومی که سبز مشبشن و حملات علیه پناهجویان و خارجی ها و مسلمان ها در سراسر اروپا شدت پیدا کرده، تا حدی که حتی خبر پیروزی خانم مرکل رو در همایش حزب CDU، حزب حاکم، تحت شعاع قرار داده. خانم مرکل با 89 ممیز 5% دوباره به عنوان رهبر این حزب شناخته شد. پیروزی فوق‌العاده برای نهمین بار ایشون میشه رهبر حزب حاکم در آلمان، پیروزی مشهد. آقای بطهری امروز گفته اوضاع دانشگاه ها و امنیت در دانشگاه ها، بطهری نماینده مجلس، داماد خانواده لاریجانی است، یکی از شعرهای جنجالیه در ایران، پسر اون آیت الله بطهری است. در زمان شاه امنیت در دانشگاه ها خیلی بهتر از امروز بوده. امروز هم 16 آذر هزاراتی هم در دانشگاه ها برگزار شده، در دانشگاه تهران دانشجویان حضور داشتن در اینجا و خود حضور دانشجویان هم در چنین شرایطی که دانشگاه سراسر امنیتی هم فشارها خیلی زیاد شد، فشار و سرکوب تا اونجایی که مثلا در برخی از استان ها دیگه خودشون به طور خودمختار عمل میکنن، قوانین مربوط به خودشون دارن، اعدام و کشتن و سرکوب و مصادره و کماکان همه. این اصرار حکومت برای اینکه ما رو در دوره انقلاب ایستا کنه و متوقف بکنه، به نظر شما به چه خاطره؟ با توجه به اینکه دیگه جامعه تحمل خودش رو از دست داده، از زیستن در یک محیط موچی کبریتی، اونم در کشوری که 80 میلیون در زندگی میکنه. سوال خیلی خوبیه به نظر من. بهتر این که انگشت رو میگذارید اونجایی که به اصطلاح نقطه ضعف اصلی این نظامه. ببینید، این یکی از وجوه تشابه این نظام با نظام های تمامیت خواه یا اصطلاحا توتالیتر دیگه در اتحاد شوروی مثلا،
اینه که رهبران این نظام، مقامات عالی این نظام، مدیران اصلی این نظام، مدیران اون که بهش میگن مدیران ارشد نظام، اینها که یه قشریه در درون نظام، کارت هم دارن، کارت مدیر ارشد دارن، اینها همه متعلق به یا مثلا فرماندهان سپاه یا اینها، اینها متعلق به یه نسلن. حتی اگر مثلا تفاوت سنی بینشون وجود داشته باشه، مثلا تفاوت سنی بین احمدی نژاد یا احمد نژادها از یک طرف و مثلا رفسنجانی ها و مثلا موحدی کرمانی ها از طرف دیگر، اونهایی هم که کم سنترن زیر دست اونهای دیگه بزرگ شدن، تربیت شدن، یا به قول خودمون زیر عبای اونها بزرگ شدن، ولی به لحاظ فکری، به لحاظ حتی سنی تا حدود زیادی، به لحاظ فکری، به لحاظ ارزشی، به لحاظ جهانبینی، به لحاظ فضای فکری و رفتاری و اخلاقی اینها در اندرونیشون، میدونید اون اندرونی بیرونی که میگیم در معماری فارسی و چیز، در اندرونیش اینا متعلق به یه نسلن، یعنی متعلق به همون نسل انقلاب یا همون نسل 57. بعد از اون که شما نسل سوخته رو دارید، دو نسل و نیم نسل سوخته دارید، بعد از اون نسل 57، اون نسل انقلاب، قدرت رو در همه زمینه‌ها در ایران به صورت انحصاری دست خودش گرفته، قدرت مالی، قدرت اقتصادی، قدرت دستگاه‌های تولید فرهنگ، اون چیزی که فلاسفه سیاسی و امور اجتماعی ازش دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت یاد می‌کنن، یا دستگاه تولید رضایت هم بهش گفتن. اینا کارشون، فکرسازی کارشون چیز نظری پردازهای مارکسیست هم خیلی روی این قضیه فکر کردن و اینها کارشون این است که با دستکاری شاخصهای هویتی جامعه، با دستکاری تاریخ، یادمون نره نیچه چی گفته بود، نیچه گفته بود پیروزمندانند که تاریخ رو می‌نویسند. اینا وقتی که سال 57 اون رویداد در ایران به وقوع پیوست و به قدرت رسیدن، نه تنها تاریخ رو از نو نوشتن، نه تنها ایران قبل از اسلام که حتی ایران قبل از انقلاب رو هم دوران جاهلیت میدونن و خودشون رو عین حق میدونن و به تجسم حق در تاریخ معتقدن، همچنان که مثلا حزب کمونیست در فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک اساس مارکسیسم خودش رو تجسم حقانیت طبقه کارگر به عنوان پیشرو بشریت در تاریخ میدونست. اینها هم خودشون رو تجسم حقیقت میدونن، تجسم حق میدونن در تاریخ، و هر آن چیز که قبل از اینها بوده عین جاهلیت. اینو آقای مطهری گفته، قبلا هم در این گفتگوها بهش اشاره کردم، مکتب ایرانی رو پدر این آقای مطهری کردن، اسمشو میبرید، داماد لاریجانی ها، مکتب ایرانی رو اصلا عین جاهلیت میدونه. و اینها متعلق به یک فضای فکری، یک نسل فکری، یک نسل رفتاری هستند و میدونن که اگر کمترین تکانی، کمترین لرزشی در بدنه این نظام و در این فضای بسته که به وجود آوردن، کمترین رخنه‌ای درش ایجاد بشه میریزه، چون میدونن که زیربنای اجتماعی این نظام، زیربنای دیگه وجود نداره. دو نسل عوض شده، نسل امروز، نسلی که مثلا در خیلی از کارهای سینمای ایران شما میتونید ببینید، مثلا یک خانواده محترم که موقعیم که در اومد چند سال پیش با مخالفت و سرصدای بسیار شدید توام شد که حتی تولید کننده و کارگردان رو نزدیک بود بکشن، یعنی بگیرن دستگیر کنن اعدامشون بکنن، یا مثلا همین چند وقت پیش، فکر میکنم چند ماه پیش یا چند وقت پیش، فیلم ابد و یک روز که بینندگان میتونن اینا رو ببینن توی ایران که سی دی ها، دی وی دی ها میچرخه، اونهایی هم که در خارج هستن روی یوتیوب میشه دید. و تصویر
جالبی این کارهای سینمایی از جامعه ارائه میده، از فاصله بین نسل ها ارائه میده، از شیوع فساد در همه سطوح، از معضل بنیاد برافکن اعتیاد در ایران، همه این چیزها رو در خیلی از این کارهای سینمای امروز ایران به خوبی میشه دید، با تمام مشکلاتی که کارگردانهای خوب ما دارن و سناریو فیلم نامه‌ای به وزارت ارشاد میفرستن، مجوز میگیرن، یه چیز دیگه درست میکنن، یا مجبور میشن خارج از کشور کار کنن، یا مجبور میشن کشور رو رها بکنن، خانوادهشون رو بیارن خارج از کشور. ولی با این حال بعضی کارها هست که واقعا بیانگر خوبی است از واقعیت‌های امروز. اینها هم میدونن، این نسلی که بهش اشاره کردم که قدرت رو به صورت انحصاری در همه زمینه‌ها گرفتن و میدونن کوچکترین تغییری، کوچکترین لرزشی، کوچکترین تکانی باعث فرو ریختن میشه، فروپاشی میشه. این رو نماینده امام در مشهد هم میدونه، این رو حتما فکر میکنم آقای مطهری هم میدونه، بقیهشون هم میدونن، اگرچه یکی دیگر از شاخصهای اینها که در مثلا در سطح رهبران اتحاد شوروی لااقل از برژنف به بعدم، از برژنف تا فروپاشی هم شما میبینید و شوروی شناسها هم روی اون تاکید کردن، یکی هم نسلی اینهاست، فرتوت بودن اینهاست و یکی میانمایگی اینهاست، یعنی در شوروی بعد از برژنف به بعد و در ایران، ایران اسلامی منظورم، جمهوری اسلامی منظورم، میانمایگی به معنای فرانسه و انگلیسی مدیوکریته یا مدیاکریتی، همون چیزی به فارسی میانمایگی ترجمه شده. اینا از لحاظ آموزشی، از لحاظ تحصیلی، از لحاظ شناخت، تجربهشون از این دنیا و آدم های میانمایه ای هستن. مدیاکریتی به قول انگلیسی ها یکی از ویژگی های بارز برجسته این هاست و آدم های چنین میانمایه و چنین به اصطلاح حقیر از بسیاری جهات قابلیت و توانایی رقابت ندارند. ببینید آقای مهبودی، اگر شما فرض کنید حالت ایدئال جامعه ایران باز بشه، مثلا تحصیل کردگان ایرانی آمریکا از هاروارد و ام‌آی‌تی و دانشگاه کلمبیا یا از فرانسه با تجربه دنیا رو شناختن، در دنیای رقابتی اروپا و آمریکا و در این دنیا در بهترین سطوح دانشگاهی علمی، پژوهشی، تجاری، فناوری کار کردن، رقابت کردن، با شایسته سالاری بالا آمدن، با ضابطه بالا آمدن، نه با رابطه بالا آمدن. خب این نسلی که در ایران الان قدرت رو در همه سطوح به دست گرفته، بسیج، سپاه، چه میدونم ائتلاف اسلامی، چه میدونم اصلاح طلب، اصولگرا، فلان فلان فلان، اینها اصلا توانایی رقابت ندارن با اونها، به هیچ وجه توانایی رقابت ندارن. یعنی اصلا یه سونامی به وجود خواهد آمد در شرایطی که ایران باز بشه که تمام اینها رو یک جا کنار میزنه، یک جا کنارشون میزنه، از تمام مناسب مدیریتی که الان اشغال کردن به زور و با روابطی که دارن، این داماد اونه، اون پسرخاله اینه، این پسر عموی اون یکی، اون دخترخاله اون یکی، و به هم به خاطر همه این دلایلی که گفتمه که اینها به هیچ وجه خواهان کوچکترین نرمشی در این زمینه نیستن. تشکر میکنم. خب همین هم در این منزل پرسشی اگه داری میتونید واقعا دکتر پرام در میان بگذارید، دقایقی میتونیم به شما اختصاص بدیم، بعد وارد مباحث دیگری میشویم. این شیدمان آقای دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا کماکان ادامه داره، هنوز وزیر خارجه تعیین نشده، اما بیشک فکر میکنم تا روز جمعه این اتفاق بیفته که شنبه و یک شنبه مردم فرصت داشته باشن دربارش در رسانه ها صحبت بکنن و چه خواهد شد مشخص نیست. ولی یک بار از آقای دکتر پرام پرسیدم با این نظرتون از این چیدمان چی سب شخصیت نظامی برجسته، بعد اینها نیروهای منفردی بودن که در دوره اوباما فریادهای اعتراضشون به آسمان بود اما به طور جداگانه و پراکنده، هر کس حرف خودش میزد، ولی در جمع
سیاست‌های اوباما رو نسبت به ایران و جمهوری اسلامی محکوم می‌کردن. ایشون گفت والا آقای ترامپ کابینه تشکیل نداده، جوخه اعدام تشکیل داده. مثلا از واژه جوخه اعدام است. هنوز هم بر همین طرز فکری آقای دکتر برهان؟ راستش رو بخواید هرچی بیشتر راجع به جنرال جیمز ماتیس و مایکل فلین و مایک پومپئو که ریاست سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا رو به عهده خواهد گرفت بیشتر راجع به اونها مطالعه میکنم و میخونم، بیشتر بر این باورم که این واقعا جوخه اعدامه. ببینید چجوری بگم، بخوام خلاصه بگم که وقت شما گرفته نشه. ببینید چون از عصر قدیم و عصر جدید صحبت کردیم، بذارید اینو بگم. ببینید در قرن 19 هم یک اتفاق میفته که چهره نمادینش یه ژنرال آلمانیه به اسم پروسیه، به اسم میشناسید، به اسم فون کلاوشویتز. فون کلاوشویتز یه نوع فلسفه جنگ رو آورد حالا و داغل در عصر جدید و تدریسش میکنه. مثلا در ایران سه ترجمه از در باب جنگ، کتاب معروف فون کلاوشویتز، وجود داره. سه ترجمه فارسی از سه مترجم متفاوت که مرکز نشر ارتش اون رو منتشر کرده. فون کلاوشویتز خیلی آدم مهم و شناخته شده یه در تمام مدارس نظامی تدریسش میکنن. فون کلاوشویتز، ببینید جنگ، ماهیت جنگ تغییر کرد در این گذار به عصر جدید. یعنی اینکه در عصر قدیم، در عصری که نجیب زادگان هابسبورگ و بوربون و اینها مثلا در اروپا بودند، گرچه جنگ وجود داشت، برخورد وجود داشت، ولی جنگ و برخورد به جنگ و برخورد هستی و نیستی، مرگ یا زندگی تبدیل نمیشد. چرا؟ نظم قدیم، نظم مبتنی بر نجیب زادگان، آریستوکراسی اروپا بود و این نظم فراتر از مرزها بود، نظم مرزها بود و به همین دلیل تا حد متلاشی کردن دشمن نمیرفت. چرا؟ چون دشمن ذاتی وجود نداشت. یعنی هابسبورگ ها نمیتونستن دشمن ذاتی بوربون ها بشن. همسر لویی 16 هم که بوربون بود، ماری آنتوانت از هابسبورگ ها بود، یا مثلا کاترین سارین روسیه خون آلمانی در رگش بود. اینا نمیتونستن به دشمن ذاتی یک دیگه تبدیل بشن، اگرچه رو در روی های نظامی داشتن و اینها. ولی عصر که تغییر میکنه، شما وارد عصری میشید که فون کلاوشویتز در کتاب خودش راجعش صحبت کرده. جنگ نه تنها تبدیل به یک ادامه سیاست میشه، که هدف از جنگ متلاشی کردن دشمن ذاتی میشه. در اینجا منظورم این نیست که جوخه اعدامی که آقای ترامپ داره تشکیل میده متوسل به ابزار جنگ خواهد شد در برابر دشمن ذاتی آمریکا، یعنی جمهوری اسلامی. نه، به هیچ وجه اینجوری اصلا لزومی هم نداره تا اونجا بره. آمریکا ابرقدرتی است که در تول باکسش، به قول آمریکایی‌ها، ابزارهای بسیار زیادی هست برای اینکه بتونه ازشون استفاده بکنه. و در مقابلش نظام جمهوری اسلامی تول باکسش هیچی توش نیست. یعنی نه ابزار مالی داره، نه ابزار اقتصادی داره، نه ابزار تجاری داره، نه ابزار نظامی داره، نه ابزار اطلاعاتی داره، نه ابزار انرژتیک داره، یعنی نفت و گاز رو نمیتونه چیز بکنه. روسیه داره. مثلا روسیه دیدید در سالهای 2000 چند بار مثلا شیر گاز و وسط زمستون در اروپای مرکزی بست، یا مثلا نظامی یا چیزهای دیگه. جمهوری اسلامی از کمترین وسیله‌ای در دست خودش برخوردار نیست و به حد اینها مدیاکریتی، همونجوری که گفتم، در سطح مدیرانشون و رهبران و تصمیم گیرانشون، به قدر اینها میان مایه هستن که این موضوع رو نفهمیدند که وقتی که شما 40 سال پرچم ابرقدرت تاریخ رو، قدرتمندترین کشور تاریخ بشریت رو لگت میکنید پیش از نماز خوندن و سجده رفتن و آتش میزنید و وزیر امور خارجه‌تون آقای ظریف یک هفته قبل از انتخابات اخیر آمریکا
در برابر وابستگان دیپلماتیک و نظامی در مقر وزارت امور خارجه در تهران میگوید آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، درک توحیدی امام بود از قدرت نظام جمهوری اسلامی. وقتی یک چنین مزخرفی رو در برابر ده‌ها وابسته نظامی و دیپلماتیک شما از زبان وزیر امور خارجه نظام میشنوید، به مدیاکریتی، به فرود، به میانمایگی و حقارت بدنه مدیریتی و تصمیم گیری نظام پی میبرید. برگردم به اون موضوع و بحث رو در اینجا خاتمه بدم. اینها نفهمیدند. ببینید، یکی از دوستان حرف خوبی میزد، میگفتش که من فکر نمیکنم اینها مثلا متن برجام رو خونده باشند چون انگلیسیه، و من فکر نمیکنم مثلا آقای ولایتی، آقای مثلا رحیم صفوی، آقای فیروزآبادی و آقای جواد لاریجانی که اینا مشاورین حقوقی و نظامی و دیپلماتیک و بین المللی رهبر باشن، من فکر نمیکنم اینا سوادش رو داشته باشن که 170 صفحه برجام انگلیسی رو خونده باشن، و فکر نمیکنم که دیپلم دکترای قلابی مثلا آقای رحیم صفوی، اینا ایشون دکترای در این حال که در جنگ مثلا بودن، یعنی بچه های 12-13 ساله ایرانی رو میفرستادن روی میدان مین‌گذاری شده، ایشون دکترا هم گرفتن، دکترای جغرافیای سیاسی، ولی واقعا فکر نمیکنم رحیم صفوی فون کلاشویتس خونده باشه و اصلا بفهمه. و اگر میفهمید، اگر خونده بود و میفهمید، میدونست که ما در این عصر وارد دورانی شدیم که اگر رویارویی به رویارویی ذاتی دو نظام عقیدتی و سیاسی و دولتی تبدیل بشه، یکی از این دو و این رویارویی به اوج خودش برسه، یکی از این دو تنها به شکست اون دیگری اکتفا نخواهد کرد در دنیایی که کلاوشویتس ترسیم کرده، یکی از این دو اون دیگری رو متلاشی خواهد کرد، یکی از این دو اون دیگری رو مجبور خواهد کرد زانو بزنه و تسلیم بلا شرط بشه، unconditional surrender، تسلیم بلا شرط. اینو نمیفهمن به خاطر اینکه واقعا من چیز دیگه ای ندارم، یعنی اون روس شناس و شوروی شناس معروف فرانسه و دبیر مادام العمر آکادمی علوم این کشور که واقعا تاریخ فروپاشی اتحاد شوروی رو نوشته، چند جلد کتاب راجبش داره، یکی از اولین چیزهایی که روش تاکید میکنه خانم هلن کرر، فرومایگی، مدیاکریتی رهبران و تصمیم گیران و مدیران ارشد نظام اتحاد شوروی بود. اتحاد شوروی ها، یعنی بزرگترین ارتش ایران داشت، ارتشی که پیروز جنگ جهانی دوم شده بود، بیشترین تعداد مهندس و تکنیسیان رو در اون زمان به صورت مطلق اینها داشتن، یعنی تعداد مهندسینی که اونا تولید کردن از تعداد مهندسین آمریکایی‌ها تولید کردن بیشتر بود، سرزمین پهناوری داشتن، در همه کشورهای دنیا یه شاخه حزب کمونیست وجود داشت، حتی در غرب اروپا اینا هم قوی بودن. رهبران و مدیران ارشد و تصمیم گیرانشون، حقارت اونها، فرومایگی اونها یکی از دلایل اصلی فروپاشیشون بود. این موضوع رو فکر کنید راجبش، به بینندگان میگم و به برخی از بینندگان لااقل، فرومایگی رهبران جمهوری اسلامی، بیت رهبری، کاخ خیابان پاستور، مشاورین و معاونین و وزرای آقای روحانی، فرماندهان سپاه، بسیج، امامان جمعه، موحدی کرمانی و غیره، فرومایگی و حقارت اینهاست دلیل اصلی فروپاشی اینها که در چشمانداز قابل رویت در برابر ماست. تشکر. ممنونم. واقعا چی بدتر از این که مسبب عقیم شدن اقتصاد ایران شد. زیانی فکر نمی کنم بالاتر از این بشه به مملکت ما وارد کرد. یعنی مملکتی که قادر به زایش اقتصادی نیست، عقیمش کرد. هیچ امکاناتی هم در اختیار اقتصاد ایران نیست که بتونی یک قدم به جلو برداری. این در حالی است که دنیا سوار بر اسب بادپاس در قلمرو تکنولوژی، همه دارن پیش میرن. 10 سال دیگه ما به پشت سر نگاه میکنیم، میبینیم 200-300 سال عقب افتادیم، چندین نسل عقب افتادیم. امروز نسل‌ها رو بر پایه
روند تکنولوژی تعیین میکنن. یه موقعی 25 سال بود، بعد شد 20 سال، شد 10 سال، شد 7 سال، الان 3 ساله. نسل پلاسما، نسل دیجیتال، موقعی نسل سفر به کره ماه بود، نسل موشک بود، نسل نیروگاه اتمی بود. امروز متاسفانه ما به جایی رسیم که هر 3 نسل یک بار عوض میشه، تغییر پیدا میکنه. خیلی سخن آقای دکتر پرهام شنیدنی هم میانانم و بسیار فکر برانگیز. هر ایرانی باید نگران سرنوشت میهن و مملکتش باشه، نگران سرنوشت میهن و مملکتش. این وسط هم که آقای بارزانی اعلام کرد تشکیل کشور کردستان قطعی و محتومه و در این زمینه با دولت مرکزی عراق هم صحبت کردن. یعنی عملا عراق به طور دوفاکتو تجزیه شده ولی داره به طور رسمی هم تجزیهش تثبیت میشه و قراره که بعد از پایان یافتن قائله موصل و بیرون راندن داعش مرزهای کشور کردستان تعیین بشه. یعنی در واقع خود موصل میشه بخشی از خاک کردستان. همینان با آقای دکتر پرهام هستیم. الان در دوره پرزیدنت اوباما تغییرات فجیعی در دنیا رخ داده. یکی جدایی کریمه بوده توسط ارتش روسیه دوره آقای پوتین، مملکتی همینان هم عملا تجزیه شد. بعد سومالیست که تبدیل به کشور بی صاحب شد، بی صاحب به معنای واقعی کلمه. بخشهایی از نیجریه که در اختیار هیچ کس نیست، در اختیار بوکو حرامه و بخشهایی از کامرون فرق نمیکنه. سوریه وجود نداره، سوریه تبدیل شده که سرزمین جنگ زده تکه پاره شد، لیبی تکه پاره شد، عراق تکه پاره شد و همینطور تغییرات در جهان به شتاب گرفته و ایران هم باید بپذیر، یعنی حکومت ایران باید بپذیر. و اگر افرادی هنوز هوشمند در اون دستگاه هستند یا دلسوز به حال جامعه، باید بپذیرند که تغییرات شگفت در راهه. نگاه بکنید به کاری که آقای پوتین کرده، استوار کردن یک سکوی موشکی و پشت بام یک قطار، قطاری که قراره به طور 24 ساعت در نواحی، در برخی از نواحی روسیه در حرکت باشه و هدفهایی رو در کشورهای غربی نشانه بره. این هم اون قطاری است که روش موشک استوار با کلاهک هسته‌ای. اینا همه نشانه تغییر اوضاع دنیای ماست، خطرخیز شدن اون. و اما اون جوانی که خدمتتون گفتم، جوان افغان 17 ساله و اینم دختری که او هم بهش تجاوز کرد، دختر یک دیپلمات، هم او رو کشت و این اصلا فضای اروپا رو مچجر و غمگین کرد. دختری به این زیبایی، دختر ممتاز دانشجو هم یعنانم، ممتاز در رشته، از چهرهای محبوب در دانشگاه خودش، که حسین 17 ساله که وقتی به آلمان میاد و آلمان ها در واقع چتر حمایت رو بر سر او میگیرن، نه پدر مادر نه خانواده نه کسی داشته. اما امروز در خانم مرکل درخواست شد که در آلمان به طور کل حجاب اسلامی، برقع، ممنوع بشه. تیتر اولی که لحظاتی پیش تغییر پیدا کرد در صفحه اول نشریه پرتیراژ بیلد. با آقای دکتر رامین پرهام عزیز هستیم. درود بر شما، بفرمایید. بله، از ایران بفرمایید. آقای باریک بینه بفرمایید. سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر پرهام. به نقشه خاورمیانه و کلا تغییراتی که اشاره میکنید، اتفاقا دقیقا نتیجه اون مطالعات و تحقیقات که آدم های باسوادی که جناب پرهام میفرمایند در مطالعه دارن در MIT و هاروارد و کمبریج، یعنی کارشون اینه، نشستن شب تا صبح با اون سرعتی که شما میفرمایید برای پیشرفت، برای تغییرات، ما باید خودمون آماده اینا کنیم. خیلی ممنونم از این همه پیشرفت. ولی اشاره میکنید به این که اروپا در شوک این تجاوز. این اروپا تاله گزارش داده به شما از گورهای دستیزنی که این روزا در عراق و سوریه داره کش میشه، از چه تعداد تجاوز به زن دختری که توسط همین دست فربرده های اینا در عراق و سوریه به وجود اومده. این باسواده اروپایی اون موقع که نقشه این تغییرات رو میکشن به همه آمریکا، فکر اینا رو کردن؟ گزارش یونیسف رو خوندین از تجاوز به پسران چمسه مثال در اردوگاه های کالای فرانسه؟
که پرهام این جوخه‌ای که میخوان تشکیل بدن جنرال ماتیس که حالا ازدواج هم نکرده مشخص در نظر روحی در چه حالتیه میفرمایید میخوان انتقام خون سرباز آمریکایی رو در لبنان بگیره. شما تا حالا به عنوان متفکر از خودت سوال کردی سرباز آمریکایی در لبنان چیکار میکرد؟ ویکند تشکیل برده بود، هالیدی داشتن با اصلاح تو لبنان رفتن بجنگن. اگه قرار باشه انتقام این فرد گرفته میشه از جنگ جهانی دوم به اونور از کنه و ژاپن و هایتی و یوگسلاوی و عراق و افغانستان آمریکا باید فراغت بگیره. سرباز رفته بجنگه اونجا کشنرش تفریح نرفته بوده، تشکیف نبوده بوده. چقدر از آمیا شما میدونید؟ شما خانم فرناندز رئیس جمهور سابق آرژانتین میشناسید؟ دو دفعه در صحن علنی سازمان ملل متحد نه جای خصوصی گفته هیچ مدرکی داله بر دخالت ایران در این انفجار وجود نداره. شما میبینید دو تا مضمومین اصلیه که نقشه قتل آقای میسمان کشیدن الان جان یکشون تو اسرائیل یکیش دست آمریکاست. بارها خانم فرناندز حتی در صحن علنی آخرین دفعه در سازمان ملل در امریکا گفت آقا اینو تحویل ما بده ما تحقیقات کنیم. آقای خرخام یکم دقت کن، حیف برای شما که وارد این منجلاب سیاسی. ممنونم. بفرمایید آقای پرام. آقای باریکبین سلام دارم به ایشون و عرض ادب. ولی این بار هم آقای باریکبین من با گفتار شما موافق نیستم. چرا موافق نیستم؟ البته خیلی مسائل آقای میبودی پژواک است. صدا برمیگرده؟ نه 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 شما نگران نباش. چرا موافق نیستم؟ البته شما مجموعه چیزهایی رو مطرح کردید که مثلا قاتل دادستان آرژانتین دو نفر بودن که یکیشون در اسرائیل هم من نمیدونم این برونده اصلا به اون مرحله رسیده باشه که بدونیم اینها چند نفر بودن، کی بوده، خودکشی کرده کشتنش و این که کشتنش قاتلش کجا باشه، من این چیزها رو نمیدونم. اون چیزی که هست یا اینکه مثلا گفتید همین هاروارد تحصیل کرده ها این بلا رو به سر خاورمیانه آوردن، درست نیست آقای باریکبین. ببینید من نمیدونم شما چرا مسائل رو اینجوری مطرح میکنید. ببینید این کار درست نیست. ببینید با ادامه این نوع طرز فکر، با ادامه این راهی که شما رفتید، این ته این راه مصیبت خواهد بود برای، متاسفم اینجوری میگم، ولی برای شما و امثال شما مصیبت خواهد بود آقای باریکبین. واقعا باید به این نکته توجه کنید و نمیشه فردا اومد و گفت که مثلا بله بله ببخشید بله کنید فله کنید. نه، این راه رو شما ادامه بدید، این نوع طرز فکر رو شما ادامه بدید، پایانش مصیبت خواهد بود و مصیبت گریبان شما و همفکران شما رو خواهد گرفت. بلایی که بر سر خاورمیانه آمده است، درسته که آدم باید ببینه که دیگران چه سهمی داشتن در این قضیه، ولی قبل از این که به دیگران شما نگاه بکنید باید نگاه به خودتون بکنید. باید ببینید که چه سهمی اسلام سیاسی، تشیع سیاسی داشته، چه سهمی آقای خمینی داشته و اینها. ببینید اگر ایران پیش از انقلاب با تمام کاستیهاش، با تمام بدیهاش بگید، اون ایران ادامه پیدا کرده بود، اولا در کسی جرأت نمیکرد در افغانستان کودتای کمونیستی بکنه که بعد بیاد پیمان دوستی و راهبردی با اتحاد شوروی ببنده و بعد از ارتش سرخ دعوت بکنه که بیاد به افغانستان. ثانیاً ارتش سرخ جرأت نمیکرد وارد افغانستان بشه. ثالثاً صدام حسین جرأت نمیکرد نگاه چپ به مرزهای ایران بکنه. صدام حسین یادتون نره در الجزیره دولا شد، خم شد، تعظیم کرد، پیماننامه معروف 1975 رو امضا کرد بدون اینکه خون از دماغ از بینی یک سرباز ایرانی بیاد. کسی جرأت نمیکرد این کارها رو در خلیج فارس یا در منطقه خاورمیانه بکنه، جرأتش رو نداشتن.
فروپاشی ایران بود به دست شما و همفکران شما که باعث شد خاورمیانه دچار یک همچین بلایی بشه، از افغانستان، از کوههای هندوکوش در شرق افغانستان تا شمال آفریقا چنین بلایی به روزگار ما بیاد. یادتون نره که اولین مرجع تقلید که نمیشه بهش گفت، ولی مرجع الهام و به نوعی تلقید، تلقید سیاسی ها منظورم اونجا چیز نیست، اولین کسی که بن لادن بهش نگاه کرد و از او یاد گرفت و گفت، بعد هم گفت، خمینی بود. بن لادن از خمینی یاد گرفت. ببینید وقتی که آقای باریکبین، من خیلی حالا راجع به آرژانتین گفتی، راجع به فرانسه، ببینید آقای باریکبین، ببینید مشکلی که نیست که این آقای کلینتون در نامه محرمانه ایم که برای آقای خاتمی فرستاده بود در زمینه برج‌های الخبر به ایشون گفته بود، در زمینه آرژانتینی مشکلی وجود نداره. ببینید پلیس بین‌الملل حکم جلب صادر کرده برای برخی از بلند پایه‌ترین مقامات جمهوری اسلامی. خب اینها باید بازداشت بشن و تحویل در دستگاه قضایی بین‌المللی آرژانتین بشن، دادگاه تشکیل بشه، شما وکلای خودتون رو بفرستید، فلان دفاع میشه. اگر شما بیگناه باشید، آنکه حساب باکس از محاسبه چه باکس؟ بذارید دادگاه تشکیل بشه، ببینیم کی این مرکز فرهنگیان یهودیان رو اونجا مفاجئه کرده. بذارید دادگاه تشکیل بشه، ببینیم کی دست آمرینه و عاملین ترور آقای رفیق حریری در لبنان کی بوده؟ کی بوده که میتونسته یک 4x4 یه مثلا SUV که توش نزدیک به یک تن مواد منفجره بود بفرسته به بیروت؟ کی این کار رو کرده؟ چه کسی بود که همین کار رو در 1983 کرد با مقر سربازان آمریکایی و انفجاری که اون موقع صورت گرفت، تا اون موقع یکی از بزرگترین انفجارهای غیر هسته‌ای بود. یعنی اینقدر اون کامیونی که فرستاده بودند و بعد مواد منفجره توش بود. و بعد هم بارها میدونید آقای باریکبین که آقای رفیق دوست، یعنی بزرگترین کسی که با برادرش بزرگترین اختلاس تاریخ ایران رو در زمان آقای رفسنجانی چیز بود، کرده بود، این آقا بارها گفته که هم ایدئولوژیش رو ما فرستادیم، هم TNTش رو ما فرستادیم. گفته، خودش گفته. خب ببینید، این مثال ها رو من میتونم تا فردا بشینم اینجا برای شما بازگو بکنم. مسئله این نیست آقای باریکبین. من فقط به این نکته پایانی برای شما اشاره میکنم که این راهی که شما میرید تهش برای شما و همفکران شما مصیبت خواهد بود و کسی هم اون روز نخواهد بود که به داد شما برسه. این مسئله میدونید مسئله چیز نیست، مسئله این که قانون به یه دونی میشه و قانون طبیعت اینه. ببینید شما شکست خواهید خورد. ببینید شما مسئول ویرانی ایران هستید. ببینید وقتی که دستن در کاران محیط زیست میآیند و میگویند خاک منطقه پایتخت ایران دیگر حاصل خیز نیست، میگویند خاک منطقه کهریزک به خاطر سوء مدیریت امثال شما آقای باریکبین تا عمق 100 متر آلوده شده، تا عمق 100 متر آلوده شده، وقتی که شما رودخانه های ما رو نابود کردید، تالاب های ما رو نابود کردید، منابع آبی ما رو نابود کردید، جنگل های ما رو دارید نابود میکنید، یک نسل ایرانی رو دارید با شیشه، با هروئین نابود میکنید. مقصرش شمایید، مقصرش کسی دیگه، مقصرش آمریکا و دانشگاه هاروارد نیست. و مسلم بدونید آقای مارکبین، مسلم بدونید، به قول پدر جورج بوش میگه read my lips، آن چیزی که در انتظار شما و امثال شماست دادگاه نورنبرگ در ایران. شما محاکمه خواهید شد، شما باید پاسخگو باشید، چون راه دیگری وجود نداره. ببینید ریشه‌کن کردن فساد، ریشه‌کن کردن سوء مدیریت باید الگو بشه برای 80 میلیون ایرانی. چجوری شما الگو به وجود میارید؟
الگو رو با یک دستگاه دادگستری و یک دستگاه قضایی مستقل بیطرف و امانتدار به وجود میارید. خشت اول این کار هم دادگاهی کردن و محاکمه کردن مفسدین بزرگه، مفسدینی که صندوق بانک ملی رو برداشتن بردن دارن ساخت و ساز میکنن در تورنتو، مفسدینی که حسابهای بانکیشون سالانه ده ها میلیارد تومان سود داره براشون، یعنی بیت المال رو برشن گوشن تو حساب شخصی خودشون سود برمیدارن. اینها رو باید محاکمه کرد و اینها محاکمه خواهند شد، برای اینکه بازسازی ایران ضروری میداره محاکمه اینها رو، مثل بعد از آلمان نازی. در نتیجه اشتباه میکنید شما. من اگر جای شما باشم، آقای باریکبین و امثال شما، به شدت از آینده خودم مضطرب خواهم بود. تشکر. همه چیزم از چی شروع شد؟ از این خبری که ما داریم درباره آقای حسین 17 ساله. الان باید بری تو جل پناهجویان در سراسر اروپا ببینید چه خبره و این روش تقلیبه، یعنی مغالطه است، رذیلانه ترین نوع توجیه جنایته. آقای باریکبین، ما داریم رجوع چی صحبت شده؟ شما مثلا لبنان اینا رو مطرح میکنید، برید از اروپایی ها بپرسید اونجا چه کردن، آمریکایی ها چه، آمریکایی به لبنان رفتن برای که لبنان کوچک 4 میلیون نفر رو حبس بکنن، چون از هر طرف مورد تهدید بود، داشت گروه میباشید، جنگ هم در اونجا برای نینداختن، رفته بودن محافظت بکنن از تمامیت ارضی لبنان به خواست مردم لبنان، و دیدیم وقتی رفتن چه شد و بغل گوش لبنان چه شد و کشورهای همشبا بین امروز سوریه چه وضعی داره، عراق چه وضعی داره، خود لبنان امروز چه وضعی داره. بینوا مردمی که هیچ امیدی به فردا ندارن. میدونی یکی از معدود کشورهایی که مردمش در یأس مطلقا لبنانه. هیچ کس به فردای خودش اعتمادی نداره و آینده ای مملکت. همه معتقدن لبنان سرزمین بی فرداست. درود بر شما. بفرمایید. بر شما و درود بر آقای فرهام. بفرمایید. قبل از هر چیزی میخوام تشکر ویژه‌ای بکنم از آقای فرهام. واقعا به عنوان یه ایرانی افتخار میکنم وقتی که صحبت ایشون رو میشنوم. درود بر شما. و لازم یادآوری هم بکنم این مسئله رو به همیهنا عزیز که صدا من رو میشنون، به تایمز اسرائیل به زبان فارسی مراجعه بکنین، مقالات آقای فرهام روی این سایت هست، به خصوص مقاله مؤخری که داره به نام انگلشناسی انقلاب، که واقعا درود بر شما باد که توضیح دادین که این دوران تازه به دوران رسیده و آقا داده ها دست مملکت ما و انقلاب ما نیستن. انقلاب فرانسه هم همین مشکل داشته، تنها انقلاب شکوهمند اسلامی نیست. سوالی که دارم از شما جناب فرهام اینه که میبینیم شما در تا همین چی که اشاره کردین که دادگاه باید تشکیل بشه اینو، این چه دلیل داره که میبینیم توی آلمان یه نازی 95 ساله رو گرفتن با وجود بعد 71 سال به جرم اینی که حسابدار آرشویس بوده و در قتل عام به دست نداشته، همکاری داشته، میان محاکمش میکنه و 5 سال به زندانی میدن. اما همین اشخاص که جنایات مستقیم شرکت داشتن وقتی خارج از کشور میان هیچ بازخواستی ازشان این فراریای ایرانی نمی کنن و اجازه بهشان میدن که در مصدر امور باشن. من میخواستم و به عنوان تحلیلگر سیاسی و اینا صحبت کنم، من میخواستم اینو از لحاظ فرهنگی لطفا شما بشناسن بگم بشکافیم برای ما که ببینیم که دلیل چیه که این پرنسیب های توی جامعه به خصوص الیت جامعه ما از بین رفته، نویسندگان، هنرمندا، شعرا، تحصیلکردها همه برای خودفروشی به جمهوری اسلامی مسابقه گذاشتن. درود بر شما، خیلی ممنون از وقتی که من دادین. ممنون. خب همین وزیرم بنده بدم خدمت هموطنان ارجمند که رسانه ها دستگاه قضایی و حقوقی و دادگاه و اینها نیستن، رسانه است، کارش باید انجام بده. هر وقت که اون دادگاه ها و اون محاکم تشکیل شدن قطعا و حتما اگر کسانی هستن که به این مملکت خیانت کردن یا مردم تعدی کردن، ظلم کردن یا در معماری بدبختی و فاجعه مقصر بودن، حتما باید اگه بین مردم مدعیانی باشه حتما باید برند و جوابگو باشن. خب ببینیم نظر دکتر فرهام چیه. بفرمایید. در خدمتتونم.
اول تشکر میکنم از بیننده محترم که و عزیزی که راز لطف کردن به من و در پاسخ ایشون اینجا من فکر میکنم که چیز واقعا ایران تافت جدا بافته نیست و در شرایط کم و بیش مشابه شما این چیز رو در الیت ها یا نخبگان کشورهای دیگه مثلا در فرانسه هم میبینید. در فرانسه مثلا زمانی که اشغال شده بود کشور توسط قوای نازی و الیت سیاسی فرانسه منهای اون معدود اندک افرادی که رفتن به لندن و از اونجا مبارزه رو ادامه دادن با کمک آمریکایی ها و انگلیسی ها، بقیه الیت و الیت سیاسی فرانسه همکاری کردن دیگه، حکومت ویشی بود فراموش نکنیم، و در کنار این الیت سیاسی که همکاری کرد با نازی ها در قالب حکومت ویشی، شما الیت بخش قابل توجهی از الیت رسانه‌ای و الیت روشنفکری رو هم داشتید که همکاری کردن دیگه، معروف‌ترین چهره‌شون به غزیت بود دیگه، همکاری کردن و خب نتیجه‌اش هم خب نهایتا دیدیم که چی شد. خیلی‌ها محاکمه شدن، بعضی‌ها اعدام شدن از جمله خود غزیت و و و. یعنی منظورم این است که ایران تافت جدا بافته نیست، این یه نکته. نکته دوم این است که تطمیع نخبگان و فاسد کردن اونها با مقام و منصب و رایشترینش هم خیلی صاف و پوسکنده بگم بیننده عزیز، پول خیلی ترفند قدیمی است و برای نظام هایی مثل نظام اسلامی در ایران که از اساس اصلا در فلسفهش چون این چیزی وجود نداره، اساس بر ضابطه نیست، اساس بر رابطه است. میدونید اهل بیت با هم رابطه دارند، اهل بیت قدرت رو به دست میگیرن، اهل بیت اقتصاد رو به دست میگیرن و چیز میکنن. اساس بر روابط به اهل بیته، اساس بر ضابطه نیست. یعنی شایسته سالاری حکم نمیکنه، رابطه سالاری و خویشاوند سالاریه که حکم میکنه. در این چنین نظام هایی برای اینکه بقیه رو چیز بکنن، لاقل یه به قول سعید حجاریان یه بالشتک ضربگیر دور خودشون تولید بکنن، یا به قول علی ربیعی یه دستگاه تولید رضایت در دور خودشون چیز بکنن، یکی از ترفندهایی که استفاده میکنن یکیش همین ترفند تطمیع نخبگانه که به معنای سادهش میشه میخریم. و خب این متاسفانه در جاهای دیگه دنیا هم بوده، در ایران هم هست و زیاد هم هست، و دلایل متعددی رو میشه گفت. مثلا کوته‌بینی، کژاندیشی، بدفهمی مسائل، همه اینها دخیله که شرایطی رو به وجود آورده که متاسفانه اون چیزی که شما گفتید درش مصداق پیدا میکنه. یه دلیل دیگرش هم شاید این باشه که به احتمال اگرچه به احتمال قریب به یقین به نظر من لااقل به احتمال قریب به یقین بخش قابل توجهی اگر نه اکثریت قاطع کشور جوان ایران، نسل نوجوان امروز، نسل جوان امروز، همین که بهش در ایران میگن نسل و نسل‌های سوخته، اینها در ضدیت شدید با نظام و هر آنچه که بوی نظام رو میده، هر آنچه که رنگ نظام بهش خورده، تنه نظام بهش خورده به سر میبرن، با این حال یه پارادوکس عجیبی وجود داره، اینه که در نخبگان سیاسی مخالف نظام ما هنوز یک به صدا تشکل یا همسویی یا یک به صدا چیزی نداریم، تشکلی نداریم که شک گرفته باشه، لاقل آدرس مشخص و تلفن مشخص داشته باشه
که چشم امید مردم به اون باشه. مردم به نظر من، قاطبه مردم ایران مخالف این نظامن. قاطبه مردم ایران خواهان معیشت، اقتصاد باز، اقتصاد پویا، رسیدگی به امور مردم، رسیدگی به امور محیط زیست، رسیدگی به امور شهر، پایان اعتیاد، پایان بزهکاری و همه این چیزا هستن. مردم یه زندگی عادی در یه کشور عادی و سربلند میخوان با اون پشتوانه ادبی و فرهنگی که مال ماست. ولی مردم این خواستهای انباشته شده، این تقاضای انباشته شده، اگر بخوایم به صورت به اصطلاح فرنگی ها offer and supply یا عرضه و تقاضا بخوایم استدلال بکنیم، مردم این تقاضای انباشته شده در خودشون رو نمیدونن کدوم عرضه رو در مقابلش قرار بدن. عرضه سیاسی هنوز شکل نگرفته و یکی از دلایلی که راجب موضوعی که شما گفتید حساسیت کافی وجود نداره راجب رفت آمد اینها و همکاری با جمهوری اسلامی، یکی از دلایلش اینه به نظر من. یعنی اون روزی که یک عرضه که منطبق باشه، مطابق باشه با تقاضای سیاسی که در داخل ایران به احتمال نزدیک به یقین در بطن جامعه وجود داره، اون روزی که یک عرضه شکل بگیره، به نظر من به احتمال زیاد این گونه رفتارها هم تغییر پیدا خواهد کرد. برای اینکه خب مردم فکر میکنن دیگه، مردم میبینن که قضیه برگشته، ورق برگشته به قول خودمون، و از این به بعد همکاری، هر نوع همکاری در هر سطحی با جمهوری اسلامی کار خطرناکی خواهد بود. تشکر. میریم رو خط دیگری. خط شماره یه تو. درود بر شما، بفرمایید. سلام بر شما جناب مهبودی. درود بر شما، حالتون چطوره؟ تشکر میکنم. من درود ویژه برای آقای دکتر پرهام عزیز دارم. تمام عقده های این چند ساله منو لحن ایشون آروم میکنه با جمهوری اسلامی. جوابی برای آقای بارکی دارم. من میدونم که شما آدم باهوش هستی، تاریخچه ها رو خوب تو ذهنت داری، ولی میخوام یادآوری کنم یه چیزای دیگرم اضافه کنم بهش. زمانی که آیت الله خمینی دستور قتل سلمان رشدی رو داد، بنیاد 15 خرداد جایزه تعیین کرد، سازمانهای وابسته به ارگانهای انقلابی جایزه تعیین کردن، ولی بعدها آروم آروم فهمیدن خیلی تند رفتن و آقای ولایتی وزیر امور خارجه بود گفت که ما کسی رو تشویق نمی کنیم، چون خودشون فهمیده بودن خیلی تند رفتن، دنیا جای این لاتبازی ها نیست. اما در مورد این که فرمودن نیروهای آمریکایی اونجا چی کار داشتن، میشه لطفا بگین هواپیماهای روسی تو پایگاه نوژه چی کار دارن؟ میشه بگین شما تو سوریه چی کار دارین؟ یه چیز دیگه هم میخوام یادآوری بهشون بکنم، ما همه چیزهای شما رو قبول داریم، شما خیلی آدم های خوبی هستید، یه محبتی بکنین برای دووم خودتون. اگه تونستین تو ایران اقتصاد مردم رو بیارین بالا برای دووم خودتون، ولی متاسفانه این ارده رو ندارید. مرسی از شما. تشکر میکنم، ممنون. دکتر پرهام، از زمانی که ترامپ انتخاب شده ما با پدیده جدید رو اولا به میدونید که به واحدهای گشتی سپاه دستور دادن دورور ناوهای آمریکایی نچرخ، یعنی چند مدتی، یعنی چند روزی است که هیچ خبری در خلیج فارس و تنگه هرمز نیست. سپاه خیلی محافظه‌کارانه داره در منطقه عمل میکنه، به ویژه واحدهای گشتی سپاه که دائما در اونجا نزدیک میشدن به ناوها و عربده کشی و از این تهدید و جستایی از این دست. دو، دیگه شعار مرگ بر آمریکا در تهران شنیده نمیشه، کسی هم پرچم آمریکا رو آتیش نمیزنه، با اینکه ایالات متحده آمریکا در دستگاه قانون گذاریش همین موضوع تمدید تحریم‌ها رو مطرح کردند و دوباره تا سال 2026 قرار ایران در تحریم بمونه. به نظرم حالا در تکمیل سخنان شنونده عزیزی که
به نکته اشاره کردن که قابل تحمله، یعنی تکرار حرفای آقای یا تاکید به حرفای آقای علی اکبر ولایتی. بفرمایید. اولا واقعا سپاسگزارم از مهر و محبت این بیننده عزیز که نسبت به من، و به نکته اشاره کردن راجب سلمان رشدی، درسته. من منظورم از آقای بارکبین، میدونی خود شخص آقای بارکبین، من آقای بارکبین رو میشناسم، آقای بارکبین من نوعی میگم ها، نوعی آقای بارکبین، ببینید درست گفتن آقای بارکبین، این بیننده گرامی، در رابطه با سلمان رشدی. ببینید یک سال و که بود، نه یک سال اندی پیش بود، نزدیک دو سال پیش بود، وقتی که به شارلی ابدو، مقر این مجله فرانسوی، کاری ندارم شارلی ابدو یکی یه روزنامه رو دوست داره، یکی روزنامه دوست نداره، این مسئله این نیست. مسئله این نیست که اگر شما مطلبی در روزنامه چیزی میبینید یا در کتابی یا در جایی میبینید دوست ندارید، نباید رفت هیئت تحریریه اون روزنامه، اون کتاب، اون ناشر فلانو کشت. ببینید این کار نادرسته. وقتی که این فاجعه واقعا شارلی ابدو در پاریس رخ داد و تمام هیئت تحریریه یک هفته نامه رو کشتن، پاسکال بروکنر، پاسکال بروکنر فیلسوف فرانسوی است که میشناسم دورادور، مقاله نوشت بلافاصله روز بعدش در یکی از روزنامه‌های مهم فرانسه و گفت آقا ریشه همه اینها برمیگرده به اون فتوای آقای خمینی بر علیه سلمان رشدی. یعنی آقای خمینی کاری کرد که این به نوعی تاریخ ساز شد، در جهت بد تاریخ ساز شد. ببینید ما میتونستیم تاریخ‌ساز بودیم به یه نوعی، لاغه در منطقه خودمون، من بزرگبینی آنچنانی ندارم، در منطقه خودمون مثلا با موزه هنرهای زیبا پیش از انقلاب و اون کلکسیون واقعا خارق‌العاده‌ای که به وجود آمده بود با همت شهبانوی ایران، بانوی اول ایران، چهره ایران به وجود آمده بود، اون یه نوع تاریخ سازی در منطقه بود و واقعا در منطقه ما، حالا دنیا رو ما کنار میذاریم بزرگبینی نمی کنیم. فتوای آقای خمینی برای رئیس سلمان رشدی به یه نوع دیگه تاریخ ساز شد و این بار واقعا جهانی شد، یعنی روندی رو باز کرد که از اون به بعد یک نقاش و کاریکاتوریست در دانمارک امنیت دیگه نداشت. در دانمارک اونجا باید بادیگارد واسش بذارن که اینو نکشنش، و در پاریس آمدن و هیئت تحریریه یک هفته نامه رو همه رو قتل عام کردن. سنگ بناشو آقای بارکبین، آقای خمینی گذاشت با اون فتواش. ببینید من گفتم من نه شما میشناسم نه شما من میشناسید، ولی قانون طبیعت قانون طبیعت، خصوصا وقتی که حالا طبیعت هم بذاریم کنار، شما بودید که ایمان خودتون، پیامبر خودتون، کتاب خودتون، دین خودتون رو وارد عرصه قدرت و سیاست کردید. شما بودید، من نبودم. وقتی که این کار رو میکنید باید قواعد بازی عرصه قدرت در تاریخ رو بفهمید و قبول بکنید. قواعد بازی این است که اگر شکست بخورید بخششی در کار نخواهد بود، چون سنگ بنا رو بعد از شما دیگه نمیشه کج گذاشت، سنگ بنا رو بعد از شما باید راست گذاشت، دیگه نمیشه اشتباهات نظام پیش از انقلاب رو تکرار کرد، و این تکرار هرگز صورت نخواهد گرفت. آقای بارکبین تشکر. آقای دکتر برنامه عزیز سپاسگزارم، به شما شب بخیر میگم در اروپا. آقای امیر شهرتی عزیز سپاسگزارم از اینکه برنامه رو به خوبی هدایت کردید، و تشکر از هموطنان ارجمند که در نهایت نزاکت حرفاشون رو با ما در میان گذاشت.